برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای وایس ناصری آگاه 33 روی خط اسکایپ در برنامه با خود داریم. آقای ناصری سلام بر شما و به برنامه خوش آمدید. آنگونه که آقای غنی از جهان اسلام خواسته که تا بر طالبان البته توصیه های داشته باشن یا طالبان را متوجه عمل کردشان بسازن، فکر میکنید که توصیه های جهان اسلام روی سیاست و تفکر طالبان در افغانستان اثر گذار باشد؟ با عرض سلام ادب و اظهار سپاس میتونم از محبت و دعوت شما، سلام به همکاران تکنیکی و بیننده های خوب شما. پیشا پیش از این طریق برنامه وزین شما هم حلول عید سعید عطا را خدمت حضور شما، همکاران شما و ملت شریف و نجیب و مسلمان افغانستان تبریک عرض میدارم. آرزو دارم که خداوند عید واقعی که صلح، امنیت، ثبات و عدالت و مساوات است در افغانستان تقدیم ببخشد. ممنون از شما، با شما همچنان مبارک باشد. ببینین حرفایی را که از سیاستمدارای افغانستان مطرح شد در اینجا و همچنانی که آیا واقعا جهان اسلام میتونه نقش بازی کنه سر تغییر روش طالب ها، ولی چرا نه، جهان اسلام و غیر اسلام همه ثابت ساختن که در 11 ماه گذشته کوچکترین حرکت را ایجاد نکردن تا طالب ها را حکومتشان و امارت اسلامیشان را به رسمیت بشناسه. 57 کشور اسلامی متحدانه در صف دیگر کشورهای جهان قرار گرفتن و روش و عملکرد طالب ها و قرائت طالب ها را از دین و سیاست و حکومت داری مردود دانستن و حاضر نشدن طالب ها را حکومتشان را به رسمیت بشناسه. یقینا امی موقفی که به شکل دیجور و به شکل قانونمند طالب ها در هیچ نهاد بین المللی نمایندگی ندارن نشان میده که جهان اسلام عکس العمل نشان میده در مقابل قرائت طالب ها، حرکت طالب ها و سیاست و حکومت طالب ها. بنان یقینا تاثیر میکنه. علمای اسلام همه یک دست از سر تا سر جهان، اندونزیا گرفته تا مالزی تا ترکیه، کشورهای عربی، در تمام کنفرانس ها حقوق اساسی مردم مسلمان افغانستان دفاع میکنند و در تمام جهان اسلام زنها حق کار و تحصیل و فعالیت سیاسی دارند، احزاب جریان های مختلف سیاسی فعالیت میکنند. خلاصه تنوع سیاسی در تمام جهان اسلام است و یگانه کشوری که همه چیزها را زیر پا گذاشته طالب ها هست در افغانستان. بناهن جهان اسلام انتقادشان و امی موقف سریع و روشن کشورهای اسلامی و شمول پاکستان نشان میده که طالب ها برای درست روان نیستن و باید تغییر روش بدن. ولی در حالی که اطرافیان امارت اسلامی در برخ موقعش مطمئنه که شما هم شنیدید، برخی از کشورهای اسلامی را برخی از عملکردهایشان را نقد میکنند و میگویند که خلاف شریعت و اسلام است، پس چگونه میتونند این کشورهای اسلامی به عنوان جهان اسلام روی سیاست، تفکر و عملکرد طالبان در افغانستان اثر گذار باشند؟ خب این برخوردهای سیاسی است، این قضاوتهای سیاسی است، این تحلیل ها میتونه در جهان آزاد هر کس برداشت خود داشته باشه، تحلیل خود داشته باشه و به حساب موقف خود بگویه، ولی در مجموع اسلام دین صلح است، دین امنیت است، دین ثبات است، دین اخلاق است، دین رؤوفت است و همکاری است و جهان شمول بودن است. بنابراین حقوق اساسی مردم در اسلام است، حق حاکمیت پیش مردم است، تعیین زعیم و خلافت حق مردم است. تا شما رضایت مردم نداشته باشه نظام اسلامی را نمیتونین تشکیل بدین. اسلام زور نیست، ترور نیست، اختناق نیست، استبداد نیست و حاکمیت ظلم و ستم نیست، حکومت عدالت است. شما مکاتب در وظایف برای دخترها ببندین، این اسلام است. مردم هیچ کسی در حق تعیین سرنوشت ذهیم و حکومت و نظام و شکل نظام سهم نداشته باشه، این اسلام است. آیا آزادی هایی را که سلب میکنن اسلام است؟ متاسفانه برداشت طالب ها از دین و قرائت دینیشان اشتباه است و اینا با این شکل نمیتونن افغانستان حکومت کنن، به دلیل از این که افغانستان کشور بسیار متنوعی هست و پیشرفته هست و در گذشته ها ما به میلیون ها دانشجو و تحصیل یافته و نسل بسیار پیشتاز داریم. 70% ملت افغانستان نسل بسیار پیشتاز جوان است و ملت افغانستان بسیار بیدار است. در بستر 40 سال مبارزات مردم افغانستان بسیار هوشیاری سیاسی پیدا کردن، مهاجرت انسانها را بیدار ساختن. ما 6 میلیون مهاجر در خارج کشور داریم، بهترین استعدادها را در جهان افغانها داریم. بنابراین نمیشه با استبداد، با ظلم، با حاکمیت و حکومت یک گروه حکومت کرد. در 40 سال پیشتر هم یک حزب دموکراتیک خلق آمد و ایدولوژی خود و بیرق سرخ خود میخواست به ملت افغانستان تحمیل کنه. نتیجه از او چی بود؟
نتیجه ازو شکست حزب دموکراتیک و ایدئولوژیشان به طالب ها با این قرائتشان نمیتونن پیرو شوند. حکومت و حاکمیت استبداد در افغانستان هرگز دوام ندارد. ولی در طی 11 ماه انده حاکمیت امارت اسلامی بر افغانستان دیده شده که هیچ تغییری در موضعی و طرز تفکر و شیوه رفتار و عمل کرده طالبان رو نمونه شدن. به ویژه در بحث حقوق خانم ها و بازگشایی مکاتب دخترانه و تشکیل حکومت فراگیر و همه شمول و سایر موارد دیگر که همواره روی آن انگشت گذاشته می شود. اما با توجه به این عدم تغییر یا انعطاف در موضعی طالبان و امارت اسلامی در کل، تغییر چگونه ممکن است؟ تغییر در جامعه از درون. شما در اوضاع سریلانکا دیدین که وقتی یک ملت قیام کرد و مقاومت کرد، رئیس جمهور و صدر اعظم بالاخره بعد از سقوط ریاست جمهوری استعفا کردند و مردم سریلانکا اقتدار خود را به دست خود گرفتند. اوضاع افغانستان هم متاسفانه به می سو روان است که شرایط عینی و ذهنی آهسته آهسته همونطور که در صحبت در گزارش شما بود که جهت‌های مختلفی که طالب‌ها را در گذشته حمایت می‌کردند، آقای دکتر عبدالله دوباره برگشت به افغانستان تا نشان بده که یعنی از همکاری با طالب ها حراس نداره ولی تغییر در طالب ها میخواد. آقای کرزی حامی کلان طالب ها بود ولی به منتقد طالب ها تبدیل شده. آقای حکمتیار حامی کلانش بود و یکی از منتقدین شدید طالب ها تبدیل شده. طالب ها اگر خود تغییر ندن جهان با اونا انتقاد میکنه، مردم افغانستان از درون نارضایتیشان انتقادشان و بالاخره ای به یک حرکت بزرگ انتقادی و قیام ملی مبدل میشه. تنها مقاومت ملی مسلحانه که امروز در افغانستان در کنار از او مقاومت مردم افغانستان، مخالفت مردم افغانستان، زنان افغانستان، مردان افغانستان، اقشار مختلف افغانستان نمیتونه یک گروه با یک قرائت خاص حزبی و قومی خود بیایه و هم افغانستان زیر سیطره خود بگیره. بنان طالب ها از تحولات افغانستان و تحولات اینمی دیشب سریلانکا درس بگیرن، مردم افغانستان به اون نقطه از فشار قرار نتن که در مقابل از اینا به مخالفت های مختلف دست بزنن. امی حرکتی را که امروز شما میبینین، انتقادی را که در مطبوعات میبینین، امی انتقادهای سیاسی را از عملکرد طالب ها، از اینکه دروازه های مکاتب بسته است برای دخترها، حقوق زنها پامال از احزاب سیاسی و جریان های سیاسی فعالیت آزاد ندارن. متاسفانه حاکمیت و حکومت یک گروه و یک بیرق، تحمیل یک بیرق. ممی لحظه ما بیرق سیرنگ افغانستان نکتاییش پوشیدیم به دلیل از اینکه هویت ملی افغان ها زیر سوال رفته. در تمام میدان های سپورت بین المللی شما افغان ها را و سپورتمن های قهرمان ما را میبینین که بیرق ملی را بلند میکنن و میبوسن. بله. به دلیل از اینکه ملت افغانستان گمشده خود را که هویت ملیشان است و ارزش های ملی هست و جمعی هست و آزادی هست و به حساب حکومت مردمی هست و منبعث از اراده مردم است گم کردن، زیر سیطره حکومت و حاکمیت یک گروه و زیر تفنگ یک گروه افغانستان و مردمش نمیتونه که زندگی کنه. بنان با او اوج به او نارضایت ها طالب ها نرسانه مردم افغانستان که تحولات سریلانکا در افغانستان تجربه شوه و یا کشورهای دیگه با مسامحه، مصالحه، با مفاهمه، با اجماع سیاسی و ایجاد یک حکومت فراگیر ملی با اشتراک مشارکت سیاسی با همه گروه ها و اقوام و احزاب سیاسی و شخصیت های ملی و علمی و اکادمیک با استادای پانتون زنان و مردان افغانستان حکومت ملی اسلامی شکل بگیره، طالب ها از انحصار قدرت بگذرند تا افغانستان از بوران خارج شود، از انزوا خارج شود، از این تحریم های بزرگ اقتصادی خارج شود. افغانستان ضرورت به کمک و حمایت جهان داره. وزیر دفاع طالب ها در قطر حمایت قطری ها را خواست که معاش اساکر ما را بتین و به ما همکاری های فنی کنین. جهان حاضر نیست که با طالب ها به این شکل حمایت کنن و از اساکرشان و نیروی نظامیشان، بلکه ما باید تشکیل حکومت ملی را کنیم تا جهان با ما همکاری کنه. تا مشروعیت ملی ایجاد نشه، مشروعیت ملی به دست، مشروعیت بین المللی به دست نمیآید. و از میان کشورهای اسلامی چه فکر میکنید کدام کشور بیشترین تاثیر گذاری را روی امارت اسلامی یا طالبان خواهد داشت؟ 100% پاکستان. پاکستان و پاکستان چون این کار خواهد کرد که فشار وارد بکند؟ متاسفانه در دستگاه استخبارات پاکستان آیس های
قرائتی که از افغانستان است، حکومت و حاکمیت دست نشانده و تحت سیطره پاکستان باید در افغانستان شکل بگیره، حکومت دوست باید باشه. پاکستانی ها دوگونه بازی میکنن، از یک طرف طالب ها رو به رسمیت نمیشناسن، با جهان همسویی میکنن و میگن که ما قرائت طالب قبول نداریم، ولی در ایجاد طالب ها، در تمویل و تجهیز طالب ها و به قدرت رسیدن طالب ها همی لحظه هم همکاری های استخباراتی موجود است. متاسفانه طالب ها را حمایت میکنن پاکستانی ها، هم عمران خان و هم حکومت جدید و هم آیسای و هم نیروهای نظامی استخباراتی پاکستان، ولی واقعا او طالب به حکومت کردن نمیمانه. پاکستان نمیخواهد که طالب حکومت کنه، ولی نمیگذاره هم که حکومت طالب ها از بین بره. یگانه کشوری که در افغانستان فعلا مداخله سریع و علنی داره پاکستان است، و این پاکستان است که سر طالب ها بسیار تاثیر کلان و مستقیم داره. اگر سیاست درونی پاکستان تغییر کنه و سیاست مدارانشان مثل که آقای بودو میگه که از تحولات افغانستان ما تشویش دارم، اگر نسل جوان و نسل واقع ملی پاکستان منافع ملی پاکستان ترجیح بده و بدانه که منافعش در تخریب افغانستان نه، بلکه به همکاری با یک دولت ملی در افغانستان است، از مداخله خود پاکستان در افغانستان دست بکشه، طالب ها حمایت پاکستان نداشته باشند، یقینا با نیروهای ملی و مردم افغانستان طالب ها همکاری و همکاری میکنند و از تشکیل یک حکومت ملی حمایت میکنند. تا زمانی که پاکستان در افغانستان مداخله کنه، تا زمانی که منصور خان به حساب وایسرای افغانستان باشه و خلیلزاد دوم بازی کنه در کابل، متاسفانه که تغییر و تحول در افغانستان به مشکل ایجاد خواهد شد. سپاس از شما آقای ویس ناصری، آگاه سیاسی. ممنون، شما زنده باشید.